بعد از گورخوابی، لوله خوابی و کارتون خوابی، چشممون به پشت بوم خوابی هم روشن شد. روزنامه همشهری با اشاره به 38 میلیون هاشی نشین نوشت پشت بام ها در تهران شبی 50 هزار تومان برای خواب اجاره داده می شوند. سال گذشته اجاره این پشت بام ها 25 هزار تومان بود و اکنون به 50 هزار تومان افزایش یافته است. بعضی واقعیت های تلخی هست. این روزا در رسانه ها می بینیم که حرف از خلاصه اجاره پشت بام گفته می شه. خوش نباشید که مسکن فقط می سازیم. آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، دلخوش به این مقدار نباشید. به 38 میلیون آواره میگن بد مسکن، کدوم مسکن؟ مردم نون شب ندارن، پول آب و برق و مسکن پیشکش. بس کنیم، مردم رو 8 سال سر کار گذاشتید. مردم زیر چرخ گرانی له شدن. مردم نون خالی ندارن بخورن، پول آب و برق و گاز هم بماند. همین حاشیه ها رو هم رو سرشون خراب میکنن. مادر آسیه پناهی رو با آلونکش نابود کردن. خونه 48 ساله مادر فلج خرم‌آبادی رو تخریب کردن. انتظار دارم مردم منفجر نشن. یه خونه 48 ساله با یه زن فلج و بدون اینکه پولی بهشون بدن، بدون اینکه حکم تخریبی رو بهشون بدن، آیا این انصافه؟ اینجا هیچ عدالتی نیست؟ اینجا مگه چیه؟ اینجا فلسطینه؟ اسرائیل هم اینجوری به فلسطین نمی کنه که اینا می کنن. نگاه کن، ساعت 6:30 صبح، ساعت 4 صبح، 5000 نیرو آوردن با خودشون. گوش دایم کر شده، خواهرم چشش در اومده. حتی ما پدرم نداریم. یعنی این دولته به این نغمه های باطل گوش نکنیم. اونها حرف میزنن، ما عمل می کنیم. این تیک تاک انفجار و قیام ارتش گرسنگان است که رژیم ضد بشر را به زانو در می آورد.